سلام بینندگان عزیز، امروز دوشنبه 30 دکبر است، ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا شما را با فشرده موضوع های برنامه خبری امروز آشنا میکنم. شکل کامل گزارش ها را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسای 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو تماشا کنید. در شهر دوشنبه 3 آشخانه به کام آتش رفت. آتش سوزی در آشخانه های واقع در بازار سخاوت شبانگه به عمل آمد. با مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی، دو آشخانه های صفا و سامانیان خسارات جدی دیده و آشخانه نوروز قسمان ویران شده است. به گفته مقامات، سوختار شب گذشته یک ساعت ادامه کرده است. بعضی شاهدان میگویند آتش سوزی از ترکش گاز مایع به عمل آمده است. اما کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان میگوید که فعلا کمیسیه مخصوص تاسیس داده شده، سبب های آتش سوزی و حجم خسارات آن را معلوم میکنند. در برنامه خبری در این باره برایتان تفصیلات خواهم داد. صدمه پرقربانی در راه ماشینگرد شهری وحدت روز 28 دکبر بر اثر صدمه نقلیات در این راه 8 نفر به هلاکت رسیدند. 4 نفر عضو یک آیله بودند. وزارت کارهای داخله میگوید راننده یکی از ماشین ها از عهده اداره نقلیات نبرآمده با ماشین دیگر بر میخورد. فوتیدگان مسافران این دو ماشین بودند. 3 ساعت پس معلومات بیشتر در این باره برایتان خواهم داد. زنان گرفتار ویچ در تاجیکستان از تبعیض و زورآوری در آیله و جامعه شکایت میکنند. آنها در این باره در یک نظرسنجی به اصطلاح درد دل کردند. این گروه زنان بیشتر از مناسبت بدی اعضای خانواده و تبعیض در دسترسی به خدمات طبی ابراز نگرانی نمودند. جزئیات را در برنامه خبری پیشکش شما خواهم کرد. طبق آمار رسمی، در میان بیشتر از 8613 نفر گرفتاران ویروسی نارسایی مسئولیت بدن، بیشتر از 4000شان زنانند و کودکان نیز در میان آنها کم نیستند. شب 29 دکبر آمریکا اطلاع داد که نیروهای مسلح این کشور 5 هدف را در عراق و سوریه که زیر نظر گروه های نیمه نظامی مورد خدمات حمایه ایران می باشند مورد حمله های دقیق قرار داده است. به قول پنتاگون 3 هدف در عراق و 2 هدف در سوریه جایگیر می باشند. خبرگزاری رویترز از نقل مقامات نظامی و امنیتی عراق آورده است که 3 حمله ایالات متحده آمریکا در تاریخ 29 دکبر منجر به هلاکت 18 سلاح به دست شده، بیش از 50 نفر دیگر را مجروح کرده است. روز یکشنبه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مارک اسپر گفت در حمله بر ضد قرارگاه و انبارهای اسلحه افراد گروه حزب الله یا خود بتالیون های حزب الله هواپیماهای F-15 استفاده شدند. تعداد از هنرمندان نوای ختلان ادعا دارند که ریاست فرهنگ شهر کولاب با فشار و زورگویی بر سر آنها تصمیم دارد این دسته هنری را پراکنده کند. اما مدیر بخش فرهنگ حکومت شهر کولاب برعکس رهبریت و هنرمندان این دسته را به ناعهده برایی گناهکار میکند. ضمن در این دسته زمان هنرمندان شناخته تاجیک به مثل آدینه هاشیموف و دولتمند خال فعالیت داشتند. همچنین امروز همکاران ما صحبت خواهند داشت با شرافالدین گدایف، مؤسسی حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان. این سازمان اخیراً دعوت کرد که تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیای زیر رهبری روسیه بپیوندد. در صورت انجام شدن این صحبت تا نشر نو آن را در برنامه اخبار با شما پیشکش خواهیم کرد. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوع های برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادناکلاسنیکی همراهی کنید.